452500. بفرمایید. این چیه؟ قسط آخر خونه، میخوام شما تسویهش کنی آقای مهندس. حالا واسه ثبت نام خونه دو تا کلاس بره بعد بهش بگو آقای مهندس. حسن جان از همین الان برای ما مهندسه. گفته باشم از این به بعدم به غیر از مهندس کسی بهش بگه با خودم طرفا. آش برادر آقای مهندس بریم. خودم میریزم به حساب تمامش میکنم. برو مراقب مامان باش. هوا سرده، زود برو خونه. خدافظ. مواظب باشی. آره فسقلی واسه ما بزرگ شده، آقای مهندس شده. اوه خدا رو شکر. آره دو تا شیرنی افتادیم پس دیگه. چش شما فقط دعا کن فردا رسیده قسط آخر خونم بیاد دستم، خیالم راحت شه. دو تا شیرینی مشتی هم به شما میدم. واقعا من با دو تا شیرینی و چهار تا بستنی قانع نمیشم، من یه نهار مشتی میخوام. آره گفته باشه من مخلصتم هستم حسن جان. یعنی واقعا برای این همه اتفاقات خود که افتاد نهار که چه عرض کنم باید یه هفته ولیمه داد. واقعا خدایا شکر سر پا شدن دوباره تولیدی و خرید خونه و تسویه حساب همه بدهی ها و دانشگاه رفتن حساب، هر کدومش باید یه گوسفند کشت. واقعا حسن فکر نمی کردم بعد فوت آقا جون و اتفاقاتی که افتاد
بتونیم دوباره رو پا باشیم. شکر که تونستی. منم به عشق نهار فردا تخته میرم. تخته برمیگردم تا فردا زور نهار در خدمتت باشی. صبر کن ببینم. ببین اگه دوباره شروع کنی اصلا نهار مار خبری نیست. اوه شوخی کردم بابا، ترس من که تون رفتم که دفعه دوم هم باشه. تو کی تون رفتی؟ تو که آروم میری با این دست فرمون شاهکاره. حالا این دست فرمون من بد شد دیگه. چونه مهران چی؟ زنگ زدی اورژانس؟ خیلی خوب اومدم مهران بوده بیا پایینم بیا باشه اومدم دادا شرمنده تو رو خدا ببخشید من فرمول نداشتم وگه نت وظیفه هست مهران جون بایش بده من خدا بارون اومده زمین خیسه ترسیم این وقت یه بزنیم یه کسی حواست باشی چرا بارونی هم داریم این بارون اصلا معلوم نیست کردی؟ بدبخ شده مهران مهران آدم بود بذار من برم ببینم چی شد نه بگی بشین بری بدبختی آمالات برگرد برگرد چی شد؟ برگرد نامد برگرد ببخشید دکتر جان چی شد؟ به خیر گذشت حالشون خوبه. فردا صبح منتقل میشم ببخش. یه لحظه میتونم برم ببینمشون دکتر؟ الان نه فردا صبح. دست شما درد نکنه. خیلی آقای عزیز. تموم شد؟ نه کار داره هنوز سویچو بده من برم داروخونه ی آمار بگیرم برگردم بریم با هم دیگه بریم نه نمیخواد تو بیای تو برو خونه من بهت خبر میدم بده من سویچو نگران نباش
سلام آقای دکتر. سلام. خوبستی؟ مرسی. ببخشید موضوع میشم. این داروها را اگه زحمت بکشید. بله. ببخشید آقای دکتر، این چند ساعت پیش که من اینجا رد می شدم یه تصادف شده بود سر خیابون، یه ماشین زده بود به یه بنده خدایی. البته من خودم مریض اورژانسی داشتم و وگرنه وای می سادم کمکش می کردم. چی شدش این؟ چه بلایی سرش؟ والا بنده خدا یه 20 دقیقه بود که داشت جون می داد. تو آمبولانس هم بیاد دووم نیومد. ما هم نتونستیم واسش کاری بکنیم. بی وجدان یه جوری بهش زده بود که اصلا از 10 جا خون ریزی داشت. ای بابا. بعد مرد؟ بله متاسفانه. چه میشه کرد آقا؟ جوونم بود، 22 سالش بیشتر نبود. باز اگه خودش وایساده بود میرسوندش باز شاید زنده میموند. بعد هم زده بود بهش. چی بگم والا، بعد دور زمونه شده. حالا شاید اون بنده خدا یه مشکلی داشته، مثلا پول نداشته، شاید ترسیده فرار کرده دیگه. پول نداشته چی؟ الان این روزا همه بیمه شخص ثالث دارن. غیر اینه اصلا گیرم هم نداشته باشن. انسانیت حکم میکنه شما وایس اینو برسونی، جونش در خطره. الو ببین من تو داروخونم الان نمیتونم باهات صحبت کنم، بهت زنگ میزنم. آره الو زنده است. آره الان تو داروخونه بودم، به جون مهران دارم میگم، دروغ ندارم میگم. نه من باشون صحبت کردم، فقط مثل که یه چند تا شکستگی داشتش. آره خدا رحممون کرد دیگه. آره خدا خیلی رحممون کرد. فردا یه سر بیه تعمیرگاه با هم اینجا صحبت میکنیم. آره باشه خداحافظ. بویا آره داداش درست میشه. من نمیدونم چرا اینطوری شد. یوزش پریده بود، درست کردم زدم جا برام. دست درد نکنه. برو دو تا بزن ببین چی میشه، روشن میشه. درست شو. بزن. خوبه بیا درست شو. دست درد نکنه خودت. خدمت برام داداش، فابریکش بهتر شد.
آقا زحمت نکش، بذار من خودم جمع میکنم. نه داشتی را جمع میکنم. آقا ببخشی من این رفیقم اومد، شما جمع کنم الان برمیگرد، ببخشی. سلام. خوبی داداش. ببخشی دستم کثیف بود. دست بدن نکنه. سلام. خواهش کنم قابل نداره دیگه، درست شدیش. اگه دیشب زنگ نزده بودی خبر زنده بودنشو ندیدی تا صبح خوابم نمیبرد. آقا این حرفا چیه بابا؟ شما اگه مادر ما دیشب نبرده بودی بیمارستان که ما الان بدون مادر بودیم که داداش. از اون که قابل نداره که. اون صورتی که من بهش زدم تقریبا زنده بودنش این معجزه بود. تا صبح خوابم نمیبرد. همین که زنگ زدی بهم گفتی از خوشحالی خوابم نبرد. یه جورایی حتم داشتم مرده. باید جبران کنم. نمیخواست فعلا جبران کنی. داستان رو بیخیالش رو بذار آبا از آسیا بیفته. بعدا یه فکری راجبش میکنه. تو هم با منه دیگه. دست شما در نکنه. ما رفیق نیمه راییم. این دیگه. بعد هم این ماشین الان ورده رو بذار تو پارکینگ تا مسعود نیومده زایشیم. ببینم مامانت که چیزی نفهمید از این قضیه. اصلا بیدار نشد. قرص خورده بود، خواب بود. متوجه رفت و اومدم هم نشد. تا شب هم بیرون نمیره. یه سری کار داره، باید تحویل بده خونه است. خوبه. مامانتا چطوره؟ خوبه اونم. امروز بعد از اون میرم ملاقاتش. خوبه خوب. آره خوبه خوبه. قربون لازم نداری؟ نه داداش قربونت برسم. لازم داشتی بگو، تعارف نکن. حتما. چش. شاید بعد از اون باید بیام ملاقات. زحمتت میشه. جیگر دست در نکنه. فقط ببین حسام جان یه لحظه معذرت میخوام. این صاف کن نقاشی اگه اسمش آها حل میشم. ببرم صاف. داش دمت گرم. دست نکن. چقدر میشه؟ قابل نداره. 150 تومان. خنده. موک 150. داش آخرین بار شمردم 153 بود. حالا این 150 بهش مرده باره. قابل نداره داداش. دست درد نکنه قربون. قابل نداره. فدات بشم دست شما درد نکنه. درستش کردی ردیف شد. فقط اینم داغیاشه دوست داشتم. داغیاش واسه قایدم نیام. سوئیچ روشه؟ آره روشه. اصلا درد نکنه. قربونت مواظب باش دیگه داریم میریم. مبارکه. دیگه خونه کامپلت برای خودتون شد. دستتون درد همینجوری خوشگو خالی بی معرفت لاغر یه شیرینی برای بچه‌ها می آوردین. شما بفرمایید چی میل دارین، من در خدمت شما بیار. ما دو شیرینی خوشگو خالی هم وانه چشم من میام داداشم خودش بیاد خدمتتون حتما. ممنونم. تشکر. خب حسن جون دست درد نکنه، برو استراحت کن، خسته ای. خودت هم که چشات داره میره. آره حالا برم زر کارا رو مرتب کنم، یکی دو ساعت میرم میخوام. شب دارم میرم امامزاده داوود. منم دعا کن. چش. فعلا خداحافظ. آخ قربون مهندسم برم. بچه ها امروز نهار همه مهمون من و آقای مهندسیم. املت یا لوبیا؟ این منو خدمت شما. هر چی دوست داری سفارش بدی. هر چی؟ هر چی. دو پرس هم میشه؟ سه پرس هم میشه، فقط بپا رودل نکنی یه وقت. این بچه های بانک هم شیرینی میخواستن. چشم، اونو فردا صبح خودم میرم پیششون. فقط داداش سه پرس غذا بگی برو خونه، میخوام امروز نهار با هم باشیم. من چند تا سفارش دارم میرم میدم ظهر خونه. خداحافظ. خداحافظ. امون منو بریده. مادرم هم باید بریم پیگیری کنیم دیگه. چشم مادر، وقت نمی کنم که این همه کار ریخته سرم. تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ اینا بهونه است. اینا بهونه است. خب نگفتی. این سوروسات امروز برای چی بوده؟ چشم عرض می کنم. اول اینکه قبولی دانشگاه برادر عزیزم. خواستم. چطور؟ داداشی خور سرم درد میکنه، امروز کار زیاد داشتم. بله سرش درد میکنه جناب آقای مهندس. مبارکت باشه مادر. مادر نه مامان، آقای مهندس. قربون این مهندس کوچولوی خودم برم. لطف شما آقا داداش بود. قربون. خواهش میکنم. ثانیاً رسید قسط آخر خونه خدمت شما. تمام. همین امروز فردا سندش آزاد میشه. دستت درد نکنه مادر. الهی یه روز دامادیتونو تو این خونه ببینم. حالا اونم همین روزا در خدمتتون هستیم. باج ببینم جدی گفتی؟
اگه خدا به خدا البته کسی هم بیاد برام خواستگاری بله. الهی من قربونت برم، مگه مادرت مرده؟ خدا نکنه مادر. خودم دست برات بالا میکنم، اول برای تو بعدشم برای حسام جونم. آقای مهندس. مادر چرا غذاتو نمیخوری؟ یخ کرد. مادر میل ندارم. یکی از سیاستایی که ما تو معاونت سینمایی بخشی از فعالیت شبتون بخیر. سلام علیکم. لطفا مدارک ماشین. حسن نباشید. اتفاقی افتاده؟ سرش بدون جراحی. وسعت شهرستان مختلف کشور. جناب سروان ببخشید، مثلا که مدارک و منزل جا گذاشتم، همراهم نیست. ماشین برای خودتونه؟ بله بله. می‌دارم. خوشبختانه مسئول مرکز سیاره 5. مرکز ما در موقعیت اضطراری اعلام شده هستیم. برای جشنواره فیلم رضوی که این شده قراره با 129 ایران 66 رو استعلام کنیم. کد 17 منتقل بشه مرکز. بفرمایید پایین. بله اتفاقی افتاده؟ بیایم بریم کلانتری مشخص میشه. آخه چرا جناب سروان؟ چی شده مگه؟ داخل کلانتری مشخص میشه. اتفاقی افتاده جناب سروان؟ بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. حال شما خوبه؟ سلام علیکم. آخه چرا اتفاقی افتاده؟ یه موردی به ما اعلام شده. میریم کلانتری مشخص میشه. موردی؟ چه موردی؟ بفرمایید سوار شید. من در خدمتم. ولی چه موردی آخه؟ بفرمایید اونجا مشخص میشه. جناب سوار ماشین هدایت کن کلانتری. آخه من اصلا آدمی نیستم که بخوام موردی داشته باشم. بفرمایید. بله سلام داداش. چی؟ کلانتری؟ سر چی؟ الو مهران سلام. مهران مسعودو گرفتن الان زنگ زد. برای چی؟ هیچی گفت مدارک ماشینو بردار بیار. مدارک ازش خواستم همراهش نبود. چیز دیگه نگفت؟ نه هیچی نگفت. نگران نباش چیزی نیستش. ببین این شبا تر نیرو انتظامیه، حتما مدارک چیزی نداشته گرفتنشون. برای تصادف نباشه. عمران داداش من عمران برای خود الکی داستان درست نکن. اون شب نه کسی تو رو دیده نه کسی پلاک ماشین تو برداشته. آدم انگار نه انگار مدارکو بهشون میدی ماشین آزاد میکنی میای بیرون، مگه اینکه دیگه خودت برای خودت داستان درست بکنی. آها آرومتر، اینجا مریض خوابیده، اگه میخواین تلفن صحبت کنین تو حیاط. تو دیشب ماشین از جاش تکون نده دیگه نه؟
نبا من بدون اجازه شما دست به ماشین نمیزنم. سویچم به کسی ندادی؟ چرا باید سویچو به کسی بدم؟ نه حسام، مطمئن باشم. چه حرفی میزنی داداش؟ من بدون اجازه شما تا الان کاری کردم این دومین بار باشه؟ خیلی خوب، پاشو برو خونه، به مامانم هیچی نگو. خب بگو شاید شب دیر بیاد، شاید هم نیام. اگه نیومدم فردا زنگ میزنم. حسام گول داری جیبت؟ آره. چیزی میخوای؟ نه برو. خدافظ. بلاش نمیخواد به دلت بد بیاری. دو تا شاهد جور میکنیم بیان شهادت بدن که اون شب ماشین رو تو پارکینگ دیدن. همینطوری نیستش که هر کی بیاد یه شماره پلاک بده بگه آقا یکی زده به یکی فلنگو بسته رفته. بابا کلی داستان داره، کلی چه میدونم نامه نگاری داره، از این حرفا داره. تنها کاری که تو باید بکنی میدونی چه؟ هیچو گردن نگیری. آقا حسام سانعی اون شب رو خونه گرفته بوده، خوابیده بوده، ماشینم تو پارکینگ بوده. من نگران مسعودم. ماشین به نامون. هی میگه مسعود، هی میگه مسعود. بابا اون موقع مسعود تو جاده شهرستان بوده، ده تام شاهد داره. اینا اگه نتونن از تو چیزی بکشن بیرون، هیچ اتفاقی برای هیچ کدوممون نمیفته. آقا یک ساعت پیشم بهتون گفتم بریم بیرون صحبت کنیم، اینجا مریض خوابیده. باشه خانم، چش. بفرمایید. صد بار که نمیگن که بابا چش. اتومبیل پراید زیتونی به شماره پلاک 41 یا 129 ایران 66 متعلق به شماست؟ بله. امروز ساعت 1 بامداد اتومبیل شما نزدیک چهارراه خورشید کنار دارخونه با یه آبری برخورد میکنه، متاسفانه آبر میمیره. شما چرا فرار کردی؟ با اتومبیل من؟ جناب سرما، من اصلا متوجه فرمایش شما نمیشم. فرار کدومه؟ من اصلا اون موقع تهران نبودم اون ساعت. پسر خوب، منو دور نزن. بیمه شخص ثالث شما 3 روزه که تموم شده. زدی طرف کشتی به خاطر اینکه پول دیار عجیبت ندی فرار میکنی؟ جناب سرورم باور کنید، مثلا نمیدونستم بیمه ماشین تموم شده. این روزا انقدر گرفتارم اصلا حواسم نبود. الان شما گفتی دادم افتاد. خیلی بدم میاد که اینجوری به من دروغ میگه. دروغ کدومه جناب سرورم؟ من نمیدونم به چی قسم بخورم. بابا به پیر، به پیغمبر، من اون ساعت اصلا تهران نبودم. برادرم هم خونه 7 تا پادشاه داشته خواب میدیده. مادرم هم که اصلا رانندگی بلد نیست. سویچ هم به هیچ کسی نداده بودیم خدا شاهده. باور کنید اشتباه میکنید، شک نکنید جناب سروان. اینا رو چی میگی؟ من میتونم یه تلفن بزنم؟ بله. بله. الو حسام. سلام داداش. سلام، فردا ساعت 9 صبح اینجا باش. نمیاد امشب؟ نه منو امشب نگرم داشتن. حسام. بله داداش. هیچی فردا میبینم. تمام شد. Thank you.
مرکز واحد 13 مرکز 13 سلام داداش. سلام، خوبی هستم؟ حسام دیشب نخوابیدی؟ نه، چطور؟ زیر چشات بوده؟ نتونستم راحت بخوابم. چرا؟ اتفاقی افتاده؟ نه، همین که تالار کلانتری و اینا نیومدیم خوب نبوده. حسام تو حالت خوب نیست، چی شده؟ منظور چی داداش؟ من چرا اینجا؟ چه میدونم؟ چه میدونی؟ همون قدی که خودت گفتی، مدارک رو اینا گرفتن. همین. تو پریشب بعد از اینکه با حسن رفتم صافه چیکار کردی؟ چی داداش، رفتم خونه گرفتم خوابیدم. یعنی تو دیشب 12 شب به بعد با ماشین نزدی بیرون؟ به کسی هم ماشین رو ندادی؟ داداش چرا من باید ماشین بدم کسی؟ من گفتم من بدون اجازه شما هم چیکاری نمی‌کنم. بعد انقدرم خسته بودم تو رسیدم خوابم بود. حسام با من رو راست باش. بگو چه اتفاقی افتاده، حداقل یه راهی پیدا کنم. با مطمئن باش اینا دارن اشتباه میکنن. همه اون چیزایی که گفتم همون بود. رفتم خونه خستگی خوابیدم، سویچ هم بهش کی ندادم. دوربین پلیس عکس ماشین انداخته درست لحظه تصادف. دوربین؟ بله دوربین. چهارراه خورشید ساعت 1 شب کنار داروخانه. عکسم واضحه ها. الکی اگه ماشین دیگه است، پلاک ماشین میشه خوند رقم به رقم. داداش حسام تو چه بخوای چه نخوای با این ماشین یه آدم کشته شده. تو اگه به من نگی چه اتفاقی افتاده، من نمیدونم چجوری میتونم از خودمون دفاع کنم. چجوری؟ کی گفت مرده؟ بازپرس. 20 دقیقه جون داده تو خیابون تا اورژانس بیا تموم کرده. فکر نمیکردم فیسی بمیره داداش. آروم باش، قشنگ برای من تعریف کن ببینم چه اتفاقی افتاده. مهران بهم زنگ زد گفت مامانم حالش بده، اورژانس هم دیر میاد، بیا ببریمش بیمارستان. خیلی بارون میومد، ولی داشتیم سری میرفتیم چهارراه رو، یهو نمیدونم چی شد، خود مهرانم نفهمید، برگشت میدیم یکی افتاده عقب. گفتیم اگه بمونیم درگیر میشیم، مامانش هم حالش بد بود، رفتیم. حسام به غیر از مهران کسی دیگه هم میدونه؟ فکر نمیکنم، مامانش حالش بد بود، بیهوش افتاده بود عقب. مامان چی؟ چیزی فهمید؟ رفتم خونه دیدم قرصاش بغلشه، خواب بود، اصلا نفهمید ماشین رو تکون دادن. با مهران صحبت میکنی، بهش میگی اون شب به تو زنگ نزده، همون ساعت خواب بودی، تا دیر وقت با من تولیدی بودی، با من میای خونه میگیری میخوابی. خب بعد من یه سری وسایلم دوباره میذارم تو ماشین، برمیگردم تولیدی که جنسایی که بعد میفرستادیم شهرستان آماده کنم بفرستم، که تو شهرهای خورشید تصادف میکنم با این نفر. فهمیدی؟ با تو هم. بسه چی آخه؟ با این اتفاقی که افتاده اینجوری بعد چند ماه بری زندان، شاید 1 سال 2 سال نمیدونم، از درس و زندگیت میفتی. این همه ما با هم زحمت کشیدیم که تو بری دانشگاه، اینطوری همه زحماتون به باد میره. من گردن میگیرم، هرچم اصلا دوست ندارم پشت میلای زندان ببینمت. در ضمن چه تو گردن بگیری چه من، هیچ فرقی نمیکنه. بعد یه اون بابا رو عجیب بدیم، میدونی چرا؟ چون بیمه ماشین تموم شده بوده. بیمه به من زنگ زدن گفتن تایم بیمه تون تموم شده. یادم حسام خستم کردی. بناشو برو، به مامانم هیچی نمیگی، خودم به زنگ میزنم، نباید حقیقت رو بفهمه. برو، گاف ندی حسام. ببخش نمیش. خیلی خوب برو. متهم خود با شما صحبت کنه، اجازه هست؟ بیارش تو. سلام.
برنامه‌نویس رئیس. بشین. من بودم. هر اتفاقی که اون شب افتاده بنویس. سلام عرشد. صدفان عدلی هستم از کلانتری 115. بله، زارا به پسرتون اعتراف کرده. برای روز دادسرا حتما باهاتون تماس میگیرم. پرونده باید تکمیل بشه. بله، نگران نباشید. دو سه روز دیگه انشالله. خدا نگهدار. حسام جان. مادر بیا شام. من بیرون خوردم مامان جان، شما بخور، میل ندارم. مادر بیا شام تو بخور بعد بگی بخواب. مامان جون میگم میل ندارم دیگه، بیرون خوردم. چته مادر، تو چرا انقدر پکری امروز؟ هیچی مادر جون، خیلی خستم. خب حقم داری، امروزم برادرت نبود بهت کمک بکنه، خسته شدی. میگم کاش که به این حسن میگفتی میمد دنبالت، میبردت بیرون، یه خود حال هوا عوض میشد. مسعود زنگ زد. چرا زنگ زد؟ گفت کارم طول کشیده، یه 4-5 روز دیگه میام. حال نمیخوای شام بخوری تو؟ پس من شامتو میذارم رو گاز مادر. هر وقت بلند شدی از خواب گشنت شد، گرم کن بخور. دست درد نکنه، فقط مامانم داری میرین چرا خوابشو خیلی خوابم. باشه عزیزم، بخواب مادر، شب بخیر. نهی بردنش؟ هنوز که خبری نیست. کار قیاسی هستند. این آقا متهم پرونده ماست؟ بله. چی کار شده؟ چی میزنی تو کلان داری؟ آقا واسه دادن دیگه. اولش که گفتی تهران نبودم، تو جاده بودم. دروغ گفتم. کجا میرفتی اون ساعت شب؟ میرفتم تولیدی، یه سری کار بعد آماده میکردیم میفرستادیم شهرستان. سرعت چرا اینقدر زیاد بود؟ عجله داشتم، کارا مونده بود، به مشتری قول داده بودم بعد قبل از صبح میفرستادم. چرا فرار کردی؟ ترسیده بودم. آخه بی معرفت نامرد، وای میستدیم میرسوندیش بیمارستان، بچه هم نیمسد جون کرده رو زمین.
آقای قاضی، بچه من از خونریزی مرد. اگه این بیوشتان میبردش بیمارستان الان بچه زنده بود. باور کنید من پسرشون رو ندیدم، یهو پرید جلوی ماشین، تاریک بود، اصلا دید نداشت. من اگه سرعتم هم کم بود نمیتونستم کنترل کنم. این حرفا نزن نامرد، من خودم 30 سال رانندم، تو حداقل اگه سرعتت 50-60 که بود میتونستی ماشین رو جمع کنی. بچه من نمیمود، خورد و خمیر نمیشد. بیمم که نداره ماشینت. آقای قاضی من نمیدونستم بیمه ماشین تموم شد. سرباز بلا دست من بزنید. تکلیف من چی آقای قاضی؟ زندان. باش آقا، این آقا قاتل بچه منه، من اول میسپارمش به خدا بعد به شما. حاج آقا من از خونه بچه‌ام نمیگذرم، من از خونه بچه‌ام. خواهش میکنم خواهر من، هر چیزی قانون خودشو داره، اجازه بدی قانون خودش کارشو انجام بده. شما از پسر ایشون شکایتی دارین؟ چه شکایتی حاج آقا؟ تازه ایشون شاکی هم شده. پسر شما با ایشون درگیر شده، تهدید به قتل کرده. حاج آقا من شکایتی ندارم آقای خاصی. ببرش. سلام ماما. سلام مادر. کجایی؟ دادسرا. دادسرا؟ ماما الان نمیتونم توضیح بدم، من همین دادسرای سر محلم میچینی ادخ به اینجا. تو کی برگشتی؟ دادسرا برای چی؟ گوش کن مادر من، من اجازه میکنم. چشم اینجا نمیتونم درست صحبت کنم، اگه میشه شما فقط یه لحظه بیا اینجا. آخه چی شده؟ شما بیا تا برات بگم. خیلی خوب اومدم. داداش چیکار کنیم؟ هیچ، بریم. خب یه کاری بکنیم دیگه. اینجا هیچ کاری از دست شما بر نمیاد. بریم به کار زندگیتون برسیم. اینطوری من با مامانم راحت تر صحبت میکنم. آقا مسعود اگه کاری هستش من در خدمتتون هستم. دست درد نکنه، هیچ کاری نیست. تنها کاری که شما باید انجام بدی اینه که یاد قول و قرارت باشی. خب چشم، خاطرتون جمع جمع بشه. نشستم، اگر کاری داشت حتما صدام کنی. ممنون بودی. مادر الان چرا داری شما گریه میکنی؟ باید صبر کنیم تا روز دادگاه ببینیم حکم چیه. خدایا خودت رحم کن، خودت کمکم کن. حالا چه حکمی میخوام بده؟ چه میدونم، احتمالا چند ماه زندان و دیه. مادر من تو زدی آدم کشتی، فقط چند ماه زندان همین؟ قصد که نکشتم، تصادف بوده. برای پدر مادر اون چه فرق میکنه؟ چه از قصد باشه چه تصادف، ولد نمیکنه. مگه دست اوناست مامان؟ هر چیزی قانون خودشو داره. قانون میگه تو بزن یکی رو بکشی، یه خانواده رو داغدار بکنی، چند ماهی هم پشت بری زندان همین؟ ای بابا، خوب شما قاضی من نیستی بابا. اون مادر الان داغداره، تو فکر میکنی اگه یکی تو رو میزد میکشت؟ من از حقم میگذشتم؟
مثل من مادره. مامان تصادف بوده، از قصد که نکشتمش. پدر کشتگی که نداشتم با بچه مردم، تصادف بود. اسمش روشه. که این اتفاق افتاد همین چند شب پیش. تو که شنبه اومدی خونه اینقدر سرحال بودی، گفتی، خندیدی. یعنی بچه‌ای که من با خون جیگر بزرگش کردم اینقدر نامرده. آقا پاشو بریم. پاشو. کجا میبرینش؟ زندان. تا کی؟ تا وقتی که وثیقه بیاری. سرکار ببخشی یه لحظه. مادر گوش کن ببین چی میگم. فردا صبح میری بانک، میری پیش آقای حسنی، سلام منو بهش میرسونی، میگی مسعود گفت نامه فک رهنو بده. نامه رو که گرفتی میبری دبیرخونه، سند آزاد میکنی. یه چند روزی طول میکشه تا سند آزاد شه. تو این فاصله اگر کارت بگیر و گرفت خورد، به حسن سپردم، زنگ بزن بهش. خب منو نگاه، نگران نباش. مامان ثبت نام حسام فراموش نشه. آوریم. خب شما بفرمایید با رئیس صحبت کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. از اتفاقی که شنیدم برای پسرتون افتاده واقعا متاسف شدم. البته مراحل فک رهنی مقداری زمان بر هستش. منتها مورد شما چون خاص هست، من با آقای حسنی سفارش میکنم که انشالله هرچی سریعتر بتونن کارشون رو انجام بدن که برید و انشالله دفترخونه سندتون رو آزاد کنید. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. حسن جون داداش بشین بریم. بفرمایی امروز با امید خدا آزاد میشه دیگه؟ نه نه مادر، یه چند روز زمان میبره. ای آقا شما گفتین سند آوردیم دیگه. پسر خوب، برادرت آدم کشته. پسر من آخه اون که عمدن این کارو نکرده که، اتفاقیه که افتاده. میدونم مادر تصادف بوده، ولی به هر حال یه نفر مرده. نمیشه یه شبم که زندان نرفته با وثیقه بیارینش بیرون. بعد این سند بمونه، ارزیابی بشه. انشالله یک دو هفته بعد آقا پسرتون هم آزاد. یعنی دو هفته طول میکشه؟ حالا ما تلاشمون میکنیم زودتر این اتفاق خدا خیرتون بده. من بچه‌م تا حالا رنگ کلانتری رم ندیده.
اصلا دوست ندارم بره زنده. ببخش ما ملاقاتش میتونیم بریم؟ آره امروز روز ملاقاته، اگه زود خودتون رو برسونین بکنم بتونیم ببینیم. بریم میخواییم زودتر بریم حاج خانم بفرمایید. بریم تا دیر نشه. ممنون آقا. های بابا داداش من سوت هنوز تو لکی؟ ای بابا داداش من حواستو جفت میکردی دیگه. چای بزن. ببینه حالا ما از عمد زدیم، تو چرا ایرونی؟ آره حق با توه، باز حواسمو جفت میکردم. سلام برسون. زنده باشی مادر. تو برو به کارت برسن سنجان. کاری ندارم وایستادم دیگه. شما هم امروز از کار زندگی افتادی. برو مادر ما خودمون برمیگردیم. کاری ندارم همه کارامو انجام دادم. برید من منتظرم. برید. دست درد نکنی. سلام. برید مادر. سلام مامان، مثلا اومدی به من روحیه بدی؟ کاش کور میشدم و تو رو اینجا نمیدیدم مادر، خیلی سخت. چشم اگه اینجا مامان، زندانه دیگه، این بنده های خدا مثل من. چه خبر؟ هیچ، سندو گذاشتم، قاضی گفت تا چند روز دیگه آزاد میشه. به همین زودی؟ چون فهمیدن چی شده کارهای اداریشو زودتر انجام. خب پس دیگه حله، چرا گریه دارین میکنین؟ چند روز دیگه بیرونم دیگه. انشالله مادر، انشالله. مامان الهی من قربون اون عشقای چشمای مهربونتون برم. گریه نکن، یه نگاه به گذشتم بکن، ببین کجا بوده که خدا صدامونو نشنیده باشه، کجا بوده که تنها گذاشته باشتمون، کجا بوده که ولمون کرده باشه به امان خودمون. این بارم مثل همیشه، حتما حکمتی داره. منو نگاه کن، صبوری کن مادرم. خب حالم گوشی بده اون آقای مهندس، الان وقت ملاقات تموم میشه. باشه مادر، از من خداحافظ، مواظب به خودت باش. حسام جان شد. این چه کاراییه؟ خجالت بکش آقای مهندس، آقای مهندس خجالت بکش. وقتی من میگم مثلا تو مرد خانواده ای، یا اینطوری میخوای هوای مامان داشته باشی؟ ببخش داداش، منو ببخش. این کارا رو کنی نمیبخشم تا به همین زودی یادت رفت قول و قرارمو. آره تو چشمای من نگاه کن داداش، تو چشمم نگاه کن، زفت باش، محکم. من بهت قول میدم همه چی درست شه. خب ثبت نامو چیکار کردی؟ دو سه روز دیگه داداش. خیلی خب فراموش نکنی یه وقتا. حالا اگه من بیرون بودم که با هم میریم، اگر نه از اینجا بهت زنگ میزنم گزارش کار میدی، حواست جمع.
داداش حسن نمیدنم سلام رسون به از خواهی کرد نتونست بیاد تو. خیلی سلام بهش برسون، از قول ما ازش تشکر کن. حالا باش برو مراقب ما هم باش. دوست دارم داداش. عزیزم ببخش. متاسفم طبق نظر کارشناس سنده شما نمیتونی به عنوان وثیقه قبول کنی. چرا؟ ارزش سند کمتر از حداقلیه که واسه وثیقه تعیین شده. من که این چیزا رو نمیفهمم. شما به ما گفتین سند بیار، ما هم سند آوردیم. ارزش این سند از نصف اون چیزی هم که قاضی نوشته کمتره. آقا ببخشید ما الان باید چیکار کنیم؟ یه سند دیگه جور کنیم. ما که کلکسیون سند نداریم. میخوام ما یهو میگن یه سند دیگه جور کن. آخه ما از کجا سند بیاریم؟ ما که سند نداریم جز این. شما اجازه میدین من برم تو با خودشون صحبت بکنم؟ منم مثل پسر شما. به خدا فایده ای نداره. الکی خودتون رو معطل نکنین. یا برین یه سند جور کنین یا اینکه بمونه تو زندان تا موقع دادگاهش. زنگ بزنم سند خونه اونا هم اگه یادت نیست بام گرفتن گیره دیگه. دایی حجت چی؟ دایی حجت اون دفعه یادت نیست چجوری سنگ رو یخمون کرد؟ این سری فرق داره، زنگ بزنمش. اصلا خوب کاری کردی اومدی. میدونی چرا؟ چایی های ما نمک نداره. پس شما درد نکنم قربونت برم. یه چیزی بهت گفته باشم ها، ملکت داداشم بیشتر از 350 نمیارزه ها. خودتو بی خود معطل نکن، من خیرتو میخوام. خودت گفتی بخر، ده بالاتر واسهت میفروشم. یه هفته است من ملکو خریدم 390، حالا بدم 350 نمیفروشم. نفروش داداش، مگه کف دستم رو بو کرده بودم؟ من چه میدونستم بازار کساد میشه پاشنه به زمین میگذاره. اگه فروشنده باشی الانم مشتری 360 دارم ها. نمیفروشم. خود داری. حاضرم برم گوشه زندان بخوابم ولی به تو یکی میک نفروشم. شالاتان. مرد حسابی من خیرتو میخوام. حالا شدیم شالاتان. عجله نکن. اگه میخوای بری زندان میخونم راشم نشونت بدم ها. باره بابا خداحافظ. خوش اومدی. کی دیگه؟ بله. الو سلام داداش. سلام آبجی. یه دقیقه به وشگوشی رو داشته باش. الو عباس، من سنگش کردم. آره تو 50 بده 55 ببندیم. بالا بودش هم واسه تو محفوظه ها. برای اینم چیکار میکنی؟ الو آبجی جون ببخش. داداش خوبی؟ ازم خانم چطورن؟ خوبم. آقا اوجه جونم، 60 ببندم 5ش به من میرسه؟ 55 ببندی 5ش بهت میرسه. ای بابا عمرن اگه بده، یه هفته نیست 390 انداختی بهش. میده، پول لازمه. دو دقیقه رو مخش کار بکنی ها راضی میشه. منتظرتم ها. ببینم. باش. ببخشید خواهر، باز چی شده؟ یادی از ما کردی؟ والله مسعود داداش، ای بی معرفت، همه بچه آبجی دارن، ما هم پسر آبجی داریم. آقا جا پولت نقده؟ جیرینگ. پس علی رو بفرست. ای بابا الان همین جا بود. الو الو چی میگه بابا؟ اصلا اشتباه کردیم که زنگ زدیم. پشیمون شدم چرا زنگ زدیم. میرم جایی الان میام. کجا ماده؟
دمت گرم. چقدر تقدیم کنم؟ از چون دادم؟ 10 تومن. ممنونم. به خدا شرمندتم. تو که میدونی من سند مرد ندارم. یه سند خونه داری اونم گیر محسنمونه. اگه نه واسهت میامردم. باش. بی خیال باش بریم ببینیم حسن چیکار میتونه بکنه. تولیدی خودمونه. باش. دادیاره گو سند خونه من که گیره 5-3 سال دیگه هم قصه هم. حالا ببینم چیکار میتونم. نگران نباش، منم به هرکی بتونم برات رو میزنم. مامان جون حالت خوب نیست؟ چرا خوبم؟ طاهر خانم مامان زنگ زدی بهش؟ طاهر خانم مگه اون دفعه یادت نیست مادر برای یه تومن وام چیکار با ما کرد؟ چه موش و گربه بازی با مادر برد؟ وقت فکر میکنی برای سند خونه میاد برای ما پا پیش میذاره؟ آقا رحمان. آقا رحمان هم که گفت وام گرفتم، خونم گروه نمیتونه. حسن چی شد؟ اونم به چند نفر رو زده ایش که جواب نده. همون هم مهران. من اون چرا به هر کسم میگی میدونه برای چی میخوایم تن و بدنش میلرز. این موقع ها باید یکی به داد آدم برسه که ایش که به داد آدم نمیرسه. خونه رو هم قبول نکرده. چرا؟ چه میدونم، میگن ارزش مالیش کمه مادر. منم هرچی این در اون در زدم نتونستم یه سند جور کنم. به دایی که چیزی نگفتی؟ نه مادر، نه. اصلا شاید اینطوری بهتر شد. این تو که باشم زودتر دادگاهی میکنن، تکلیفم معلوم میشه. شما هم انقدر زحمت نکش مادر من، من که خوب میشناسی با سند هر کسی بیرون نمیام. تا ببینیم خدا چی میخواد برمون مادر. تو این چند سالی که از خدا عمر گرفتم من میدونم که آدم نباید تو شرایط سخت تصمیمایی رو بگیره که بعداً ازشون پشیمون بشه. من نصیحت و ارشاد و این حرفا نیستم، خوشم هم نمیاد. بسام میدونم حال خوبی نداری، دل و دماغ نداری و به هم ریخته ای، ولی دلیل نمیشه دانشگاه تو بیخیالش. این روزای سخت میگذره. مسعود از زندان آزاد میشه و میاد کارگاه پیش خودم. ولی یاد نره فرصتهای خوبی که تو زندگی به دست میاری نباید به راحتی از دست بده. یاد نره برای همین قبول شدن چقدر زحمت کشید. تو درست میگی حسن جون. من حالم خوش نیست. کاش تو دقیقه جای من بودی. دمت گرم که اینقدر داداشتو دوست داری. اما من اگه جات بودم نمیذاشتم وقتی چشم تو چشش میفته شرمنده‌اش بشم. حسن جون کشش ندارم. دل و دماغ دانشگاه رفتنم ندارم، اصلا درس خوندنم نمیاد. تنها چیزی که میخوام اینه که همه این مشکلات رفع بشه، مثل قبل بشینیم با هم، چی مشکلی نباشه. تو فقط ثبت نامو بکن، باقیش با من. الان فقط مهم اینه که کسی جاتو نگیره. باش. Thank you.
بفرمایید حاج خانم، گلوتون رو تازه کنید. شما بفرمایید حاج آقا. بفرمایید گلوتون رو تازه کنید. لا اله الا الله. آب بیمه میل کنید. برو خانه، برو. چرا روی هم دارم؟ شیرینی رو بردم. اصلا نمیشه شیرینی آقای مسعود ثانی، شما متهم هستید به تصادف منجر به قتل. اتهام رو میپذیری؟ بله. دفاعی هم از خودتون داری؟ چه دفاعی آقای قاضی؟ زده آدم کشته فرار کرده. بشین آقا. آقای قاضی من اشتباه کردم. بله. کوتاهی کردم. شاید اگر اون مرحوم میرسوندم بیمارستان الان زنده بود. ولی بهتون عرض کردم که واقعا ترسیده بودم، شوکه شده بودم، نتونستم تصمیم درست بگیرم. من از شما و از خانواده مرحوم تقاضای بخشش دارم. چه بخششی نامرد؟ مگه تو مرد بودی وایسی تا ما هم ببخشیم؟ بشین آقا. آج آقا، ما این آدم بی وجدان رو نمیبخشیم. حرف ما تصادف نیست، حرف ما اینه که چرا وای نستاده. این بی وجدان اگر اون روز بچه‌م رو برده بود بیمارستان الان ما سیاه‌پوش نبودیم. حاج آقا، این خانواده داغ دارن. منم یه مادرم، میفهمم. بچه من اون لحظه دست باچه شده، ترسیده. شاید اگه من و شما هم بودیم تو اون لحظه این کارو میکرد. خانم محترم، ما رو قاطی نامردا نکنی ها. به خدا آخر بی وجودی اینجوری بزنی و فلنگو ببندی. درست صحبت کن آقا، کسی فلنگو نبسته. بشین بچه پررو تو. بشین آقا سر جا. اگه یک بار دیگه نظم دادگاه رو با هم بریزی میدم 24 ساعت بازداشت کنم. یعنی چه؟ آقای مسعود ثانی، به موجب موارد قانونی مربوطه شما محکوم به پرداخت دیه به خانواده مقتول و تحمل 6 ماه حبس تعزیری به دلیل فرار از محل حادثه شده. دیه شما به دلیل وقوع تصادف در ماه حرام 1/3 افزایش پیدا میکنه. رای حضوراً به نام برده ابلاغ گردید. آقای قاضی، 6 ماه حبس فقط؟ جرأت این قاتل؟ ایشون 24 ساعت بازداشت هستن. ببرینش. منصور، تقاضاتو پس بدی، میفهمید؟ نامرد تقاضاتو بس بگی. مامان عزیز من، مامان قربونت برم الهی، شما فکر ما بهت گفته بودیم
فرض کن همه چی رو میدونستی، چی کار میخواستی بکنی؟ چه کاری از دستت برمیمد اصلا؟ آخه درد تو سر من بخوره، یه همچین مسئله مهمی رو آدم از مادرش پنهون میکنه؟ خب اگه من میدونستم که این بیمش تموم شده، اگه میدونستم که دیشم خودمون باید بدیم، خب یه خاکی تو سرم میریختم مادر من، قربون تو من برم. شما الان اون خاکو بیا بریز تو سر من، کاری نمیتونیم بکنیم. یا باید خونه رو بفروشیم دیشو بدیم، یا باید رضایت خانواده‌شو بگیریم. بله خدای آخه این چه مصیبتی بود سر من اومد، این چه بلایی بود سر ما اومد. باشه ماما حسن اومد بشو. بیا مادر اینجاست؟ مطمئنی داداش خونه نیست؟ آره این ساعتا سرکار آمارش گرفت، حالا ماشینش هم نیست. خب پس در بزن دیگه. کیه؟ سلام، ببخشید میشه در باز کنید؟ الو عصو کجایی با؟ خانواده اون نامرد اومدن اینجا. شما و حاج خانم داغ دارین؟ میدونم داغ اولاد برای پدر مادر خیلی سخته، ولی خب اینم اتفاق دیگه افتاده. نمیگم بچه من مقصر نیست، من قبول دارم بچه من مقصر بوده، ولی خب شما هم دیگه یه چی میخواین؟ سلامتیتون حاج آقا. 12 سال پیش شوهر خدا بیامرزم عمرش رو داد به شما، یه شریک داشت که زندگی ما رو نابود کرد، هست و نیستمونه به باد فنا داد، از عرش به فرش انداختم. من و این دوتا بچه از صبح تا شب دویدیم، من سوزن زدم و این دوتا بچه جون کندن تا بلکه بتونیم یه خونه نقلی بخریم. حاج آقا من این خانواده رو 20 سالی میشه میشناسم، خدا میدونه که همه محل سرشون قسم میخورن، حسودم بچه نیست که کسی رو بزنه و فرار بکنه. اون شب هم نمیدونم چه اتفاقی افتاد که نتونست وایسه. اصلا شما خودتون میتونین بیاین توی محلی تحقیقی بکنین ببینید چه جور بچه ایه. اگه کسی از گل کمتر بهش گفت شما هرچی خواستی به من بگو. نمیدونم اون شب چه اتفاقی افتاد که نتونست وایسه. الانم دیگه بخشش از بزرگان و اگر شما یه بزرگواری بکنید ببخشیدش. هرچی قانون بگه. درسته ما هم قانون رو قبول داریم، ولی شما هم ما رو خود درک بکنید، واقعا برای من خیلی مشکله این تاوان رو پرداخت کردم، مگر اینکه خونه رو بفروشم، چاره ای ندارم. هرچی قانون بگه. حاج آقا تاوان دادن برای این خانواده خیلی کار سختیه، یعنی اگه بخوان دیه بچه شما رو بدن باید خونه زندگیشون رو بفروشن و آواره بیابونا بشن. هرچی قانون بگه. کجایی بابا؟ یه ساعت رو زنگ میزنم. ترافیک بود تو هن؟ اگه تالا رو زد نگرفته باشم. آره بابا نپزنه سیقی. یعنی شما واقعا حاضرین که ما بریم تو خیابون چادر بزنیم، با دوتا بچه هم زیر چادر زندگی کنیم حاج آقا؟ هرچی قانون بگه. مگه نگفته بینه رو ندی؟ یلا نه هری یلا شما حرف دهنه دو فندانیم به تو احترام میذاریم. رفت از تو هیچ نگم بابا. یلا راست صحبت کن. نیست بیانی بردو بر بیرون. داداش شما تو چرا اینجوری قد زود جوش میاری؟ داداش تو هم اینجوری کشته بودن جوش می آوردی. بندس میونم دست تو. احترامم خوب چیزه. آره بابا. داداش آقای پاکی رو بریزم رو دست. من با رضایت و دیه و این داستانه هیچ کاری ندارم. میفهمی چی میگم؟ دیه میخوای بدین، میخوای ندین. رضایت میخوای بگیرین، میخوای نگیرین. به من چه؟
بعد از مرگ اون خدا بیامرز چه رو زمین باشم چه زیر زمین هیچ توفیری نداری. میفهمی چی میگم؟ آقا قربون تو برم. ببین داداش من قاطیم ها، حرف نزن. آقا تو رو خدا تا کار دستمون ندادی برو، مگه نشنیدی چی گفت؟ هر چی که قانون بگه. چشمات خانم یالا. آروم آروم بچه ها. بگیر منو بگیر منو. خیلی ممنون. مرسی. بفرمایید. تا من یه قدم بذارم شما صحبتتون رو با هم کنید. در خدمتتون هستیم. بله نمیدونم باید از کجا شروع کنم. ازتون خواستم بیان اینجا ببینیم همدیگر رو که راجع به یه موضوع مهمی با هم حرف بزنیم. بفرمایید. ببینید همونطور که خودتونم میدونین ما تازه دوباره داریم تولیدی رو راه میندازیم. بعد از اتفاقاتی که افتاد و ورشکستگی و فوت پدرم و اینها، مشکلاتی که پیش اومد، داریم سعی میکنیم کم کم دوباره رو پای خودمون بستیم. من از خانواده متمولی هم نیستم، یه خانواده معمولی داریم، با برادر و مادرم زندگی میکنیم. میخواستم بدونم اگر شما هم قصد ازدواج داشته باشید، من از اونجایی که آدم مسئولیم امیدوارم بتونم که شما رو خوشبخت کنم. فقط یه موضوعی میخواستم بهتون بگم، من مثلا تحصیلات خیلی مهمه. پس اگر شما موافق باشید برای دوشنبه. آقای مسئول سانه شما به جرم قتل هم بازداشت. کدوم قتل؟ کدوم قتل؟ الو سلام مادر. سلام مادر. چی کار کردی مادر؟ هیچی، قاضی پرونده گفت فقط برای رضایت خانواده‌شون بگیریم. شما چی کار کردی؟ من که از صبح تا الان 100 جایی برام بر زدم. مردم از ما خودشون گرفتارترن. قربونت من برم. یعنی چی؟ اگه بخوای منتظر وام باشی مادر، برادرت حالا بعد تو زندان بمونه. حسام جان مادر، من دارم میرم ملاقات. تو خودت از اون ور بیا. باشه خدافظ. مادر پدرش همش میگن هر چی قانون بگی. خود داداشارم که خودت دیدی. خونه نبود رفتین؟ نه. وام چی شد؟ با مادر خیلی دردسر داره. خیلی دوندگی داره. تازه فکر کنی چقدر میده. اصلا کفاف کار ما رو نمیده. من دیگه مجبورم خونه رو بفروشم. چاره نیست مادر. حالا میخواین یه ذره صبر کنین، شاید کوتاه بیان راضی بشن، حداقل پولو کم کم بهشون بدین. ولی این خانواده‌ای که من میشناسم به هیچ صراط مستقیم نیست. ما جز این که خودمون اذیت کنیم هیچ کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. اگه خونه رو بفروشیم دیگه نمیتونیم بخریم. فدای سرت مادر. هر یه روزی که تو اینجا هستی 10 سال به من و داداشت داره میگذره. قربونت برم دیگه خسته شدیم. ما هم خسته شدیم. تو اونجا ما هم اینجا. دیگه هیچی از همون باقی نمونده مادر. از اینجا میای بیرون. دوباره خونه میخریم مادر. دوباره دور هم جمع میشیم. تو خودت یادت نیست؟ یادت نیست پول همین خونه رو چجوری جفت و جور کردی؟ یادت نیست؟ حالش هم خدا کریم مادر. غصه نخور، همه چی درست میشه. بارم
بیوش. شما درد نکنم اما یا مادر بعد از دور شما تشریف بیارید، من در خدمت شما هستم، براتون می نویسم. خدا خیرتون بده آقای اکبری. خواهش میکنم، دیگه کمترین کمکی که توی این شرایط میتونم براتون بکنم اینه که به قیمت مصرف کننده ازتون بخرم، وگرنه توی این بازاری که شما دارین میبینین اگر بفهمن که پول لازم هستید باور کنین که حتی 10-20 تومن زیر قیمت ازتون میخرن. وقت ما میتونیم تو خونه خودمون بشینیم تا شما یه خونه اجاره مناسب برام پیدا بکنین. هیچ مشکلی نداره، من خودم براتون یه جای مناسب پیدا میکنم، خیالتون راحت راحت باشه، اصلا نگرانی نداشته باشید. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم، پس محبت کنین که ساعت 5 اینجا تشریف داشته باشید دیگه. پاشو چشم، پاشو مادر، زحمت کشید. خواهش میکنم. یا عبشید. حسام جا حسام جا مادر دیر میشه ها. آخه برای چی گریه داری میکنی؟ قربون تو برم، برای این خونه، برای این چهار تا خشت من حاضرم جون و عمرم بدم برای بچه‌هام، یک لحظه گرفتار و اسیر نبینمشون مادر. یه تار موی شما رو نمیدم به صد تا این خونه. برای چی ناشکری میکنی؟ قربون تو من برم. خدا رو شکر سلامتی، برادرت فردا میاد، با هم بالاخره کار شروع میکنین، پول در میارین، خونه بهتر از این میخرین، زندگی همه چی جمع جور میشه. برای چی داری غصه میخوری آخه؟ غصه اینی که الان اون تو چهار دیواریه، من و تو هم بیرون این شم داریم آب میشی. برای چی خودتو ناراحت میکنی؟ پاشو، پاشو آب به سر صورتت بزن، اشکاتم پاک کن، پاشو باید بریم بونگا، دیر میشه ها. قربون تو من برم. خانم سانه محبت کنید که اینجا یه امضا بزنید. شما خدمت شما، بفرمید. حسام جان شما محبت کن بیا با عنوان شاهد اینجا رو امضا کن. آقای تهرانی شما محبت کن تشریف بیار، یه امضا هم شما بزن.
خب خیره انشالله. اینم یه چک تضمینی، فردا میتونید برید بانک و نقدش کنید. خدمت شما. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. البته 20 تومنش میمونه برای روز محضر، 30 تومنش هم میمونه برای رحم. ببخشید آقای اکبری، امکانش هست کل پولو الان بدین که مشکل ما هم حل شه؟ والا الان که نمیتونم، اما میتونم روز محضر بنازم دو سه روز دیگه. درست. خب خواهش خانم، خیره ایشالله. باعث دست دست شما درد نکنه. خداحافظ. خیلی پیش میگم بریم بانک دیگه. دستتون درد نکنه، یعنی دیگه کاراش تموم شد. پس ما در زودتر پاشو بریم تا دادگاه تعطیل نشده. باعث دست. خداحافظ شما. درسته؟ درست. خب پس انشالله آزاد میشه دیگه نه؟ یه 3-4 روز کارش طول میکشه. 3-4 روز طول میکشه؟ بله 3-4 روز کار داره، ولی من سعی میکنم کارتون رو زودتر انجام بدم. داداش نازنینم رو کشتن و در رفت. آخه چرا؟ خدایا خودت بهم سر بده. عزیزم سی تو میگم خو نباشی، وای بمیره دشمن آواد تا زنده باشی. عزیزم خودم کردم که لعنت بر خودم باواد. آقا مسعود دیدی گفتم میگذره، 6 ماه هم گذشت. برو مبارک باشه. آزادی همتون. خداحافظ. سلامات دوم بلند. سرکار حسن هم ثانیه. برو آقا به سلامت. سلامت بشی. مامان آژانس اومد. بودو بودو دیره. بله 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 اومدیم. بریم مادر، منم اومدم. آقا سلام. ببخشید مادر جان. بابا بریم گل بگیریم، تنو کم شدم باید نگردیم. آشنا منو هول میکنی. بریم بابا بریم. بابا پول نیه بردم. بیا نمیخوام.
آقا سر چهارراه بعد یه شیرینی فروشی بی‌زحمت وایسی اونجا میخوام شیرینی بگیرم. چشم. مادر جون قربونت برم. من خودم میخوام برم شیرینی بخرم. تو ماشین بشین من میخرم میام. چشم. دست شما درد نکنه. آقای راننده امروز داداش هم آزاد میشه واسه اون شیرینی میبریم. به سلامتی چشمتون روشن. ممنون. دقیقاً چند وقت تو بوده؟ 6 ماه و 2 روز. معلومه خیلی دوستش داری. چون دقیقاً آمار داری چند روز تو بوده. دست شما نرم. بفرمایید. بفرمایید. اینو یه لحظه فقط بگیر. فقط پوله رو نیوردم. من دارم من دارم طبق معمول دیگه تو نداره. چقدر شغالش؟ بده من مادر. بگی مادر مواظب باش. ببخشید آقا بفرمایید. بده آقای سانه ای برو اونور بپوش. چشم. امید رحمانی سانه ای. بله برو به سلامت. دست شما درد نکنه. سلام خوبه. سلام سلام خوبه. سلام خوبه. سلام خیلی خوش اومدین با زحمت های مامادر. خیلی ممنون. دست درد نکنه مادر. دست شما درد نکنه. من نیستم وایستم خودش بیاد با هم. نه مادر الان میل ندارم. دست درد نکنه. چه خبر مادر خسته نباشی با زحمت های ما. چشمی روشن شما. خیلی ممنون. یه مقدار شما وسایل مسائلش با خاطر تعبیر بگیری حتما یه خود تون میشه. آره الهی من قربونت برم. من سلام. چه خبر همه اون بابا خودم میبرم. سلام ماما همین لحظه هاست به یاد میمونم. لحظه جزا بده چماری داشتم میکردم. خانم جان بچه ها خیلی زحمت کشیدن. شیرینی آزادی خودت بزن. سلام علیکم. سلام حال شما شد. خوب هستی؟ محبت کردین تشریف آوردین. مامان سارا خانم میشونن که بله قبلا آشنا شدم مادر جون. چقدرم خانواده خوب و مهربونی. همین که شما تایید کنی بر من کافیه. قربونت برم. حالا یه خود خستگی از تن در بره. هفته آینده رسما پا میشیم با یه دسته گل خوشگل میریم خونه‌شو خاطر. صحبت چی بود؟ صحبت هم شیرینیه. ای واسه یکی دیگه بخور. نه دیگه اینو که نخوردم هنوز. بریم مادر. بفهمم. سلام مادر. حال نه ترسین دیر نمیشه دارم میام. بله هم گل خریدم هم شیرینی. شما آماده این؟ اومدم خداحافظ. سلام آقا منصور. علیک. حال شما خوبه؟ حال ما چه توفیری واسه تو داره؟ نامرد میزنی در میری؟ این رسمشه آخه. آقا منصور
این ماجرا که دیگه تموم شد. یه اتفاقی بود گذشت. ما که هم دیهش دادیم هم تاوانش رو پس دادیم. ببین داداش، تاوان دادی، رضایت هم گرفتی، همه کاری کردی. بل. نامرد دادن وقتی به یکی میزنه وای میسه بالا سرش، نه اینکه اینه یه زن بذاره بره. آقا چرا متوجه نیستی یه اتفاق بوده؟ بله من اشتباه. تو گوش بده دیگه عزیز من، من که از یه همیچه یه اتفاقه که. یه اتفاق دیگه گوش بده. چی کار کردم خدا؟ مسعود من قربونت برم، چجوری ما رو تنها گذاشتی رفتی؟ مسعود باش ببین حساب اومدید ببیندید. مسعود ای بله کیه مادر؟ مادر سلام بسه، چی اومدین اینجا؟ دیگه چی میخوان؟ بچه‌مو که گرفتی، خونمو که گرفتی، زندگیمو که گرفتید، اومدی نمک بپاشی رو زخمای دلم، اومدی بگی جای بچه‌ت خالی نباشه، این از وضع زندگیمه، اون بچه‌م که زیر خلوارا خاک خوابیده، اما از این بچه‌م که هر روز داره میره سر خاک برادرشو به پهنای صورتش عشق میرسه، دیگه هیچی ازش باقی نمونده. تو رو خدا راحتم بذارین، من دیگه هیچی ندارم به شما بدم. دست از سرم اومد، معلوم نیست که از این بعد باید برم تو خیابون چادر بزنم و بقیه عمرم و با بچم زندگی کنم. بس کنین دیگه، راحتم بذارین.
ما اومدیم تسلیحت بگیم سال پسرتون. به خدا ما هم خود شدیم. تو این یه سال و نیمه هیچی ازمون نمونده. اون از امیرعلی، اینم از منصورم. تو یه پسرت از دست دادی، من دارم دومیشم از دست میدم. به خود طاقت ندارم منصور بالای دار ببینم. حاضرم بمیرم ولی همچی صحنه ای رو نبینم. تو خودت مادری، اینو خوب میفهمی. آدم وقتی بچهشون یه دفعه از دست میده اینقدر عذاب نمیکشه که لحظه به لحظه، روز به روز منتظره مردنش باشه. بیا مادری کن، بیا خانومی کن، بزرگی کن. منصور پسر تو که از ام نکش اتفاق بود، همینطور که مرگ امیرعلی هم اتفاق بود. بگذر مادر، بگذر، قربونت برم. اصلا پول دیت هم بگیر، هر چقدر پول این خونه میشه میدیم. تازه از این خونه بهترم میتونی بخری، هر چقدر بخوای بهت میدیم. فقط بگذر، بیا ما رو از این مصیبت نجات بده، هم خودتو هم ما رو. اصلا بزن دستتو ببوسم. هرچی قانون بگه. میخوای تلافی کنی؟ به خدا با کشتن منصور دلت آروم نمیگیره، با داغدار کردن ما دلت آروم نمیگیره. اگر گذشت نکنی هم منصور رو کشتی هم ما رو. برنشو بریم. اینا خیلی رو دارن. خسته شدم دیگه، نباید راشون بدیم. چی رو راشون ندم؟ مگه نمیبینی با چه مصیبتی پا میشن میان اینجا؟ خب مگه ما مجبورشون میکنیم بیان؟ جون بچهشون دست ماست، اگه ما بودیم نمیرفتیم. بی خیال مادر، چند روز دیگه که بکشنش بالا همه چی تمام، راحت میشیم. به همین راحتی فکر کردی؟ تازه عذاب و وجدان ما شروع میشه. تو حالت خوشه مامان؟ یارو آدم کشته، باید تاوان بده. عزیز من عمدی که نبوده که، یه اتفاق بوده. اونم تاوان پس دادن، همون شب تصادف، همون شبی که بچهشون نیم ساعت تمام فقط رو زمین داشت جون میکرد. اگر مسعود این بند خدا رو میبرد بیمارستان زنده میموند، اونم تاوان پس داد. ما داریم به این خانواده ظلم میکنیم، نباید دیگه اینقدر کشش بدیم. من دیگه نمیتونم، واقعا نمیتونم دیگه. مامان تو میخوای به اینا رضایت بدی، من چند وقته حرفات فهمیدم، ولی من نمیذارم اینا رو پررو کنی، من نمیذارم رضایت بدی. Oh.
حسام جان. حسام جان. الو. سلام مادر، خوبی مهران جان؟ سلام خانم. حسام پیش تو نیست؟ نه، سر خاک که برگشتیم دیگه ندیدمش. ببینم زنگم بهت نزده؟ نه، گروه رفته بیرون، گوشیشم تو خونه جا گذاشته. هرچند به تولیدی زنگ میزنم کسی جواب نمیده. ای بابا، حالا شما نگران نباشید، شاید دوباره برگشته سر خاک محسود. آره دیگه، حتما رفته اونجا دیگه. خیلی خوب، شما خودتو نگران نکن، من خودم میرم دنبالش. دست درد نکنه مادر، یه جوری برش تو بیار. باشه باشه، به تو خبر میدم. خدا حافظ. داداش بلند شو بریم خونه، بلند شو، مادرت منتظرته. بسته دیگه، تا کی میخوای خودتو عذاب بدی؟ تا کی میخوای خودتو شکنجه کنی؟ ها، به خدا این مسعود راضی نیست تو داری این کارا رو میکنی. اینطوری منم تو عذابم، خدا سرشاهده، یک سال من خواب و خوراک ندارم، عذاب وجدان ولم نمیکنه. بسته دیگه داداش، تو اگه اون شب زدی یه نفر رو کشتی، خب عوضش یه نفرم نجات دادی. اگه مادر من نمیرسوندی بیمارستان، که من الان مادرم مرده بود. و بقیه اتفاقاتش هم چه میدونم، تقدیر، سرنوشت، افتاد دیگه، تقصیر ما که نبود که. حسام جون داداش، این قضیه رو اینقدر کش نده بابا، یک سال داریم عذاب میکشیم، بس اونه دیگه. الو، سلام آج خانم. بله، سر خاکم، پیش حسامم. نمیدونم یه دندگیش گل کرده، اصلا هرچی بهش بگم نمیاد خونه. مادر وقتی اون یه دنده میشه ها، هیچ کارش نمیشه کرد. من الان خودم میام اونجا. من اینجا هستم دیگه، خدا حافظ. سلام علیکم، خسته نباشی. یه ماشین میخواستم، اشتراک 132.
برسه به روحت مادر، روحت شاد. خوب شد اومدی ماما. خب یه چیزی رو بگم که فقط اینجا میتونه. این شاخ شمشادی که الان زیر خاکه، این بیگناهه. اون شب من پشت فرمون بودم، نه مسعود. من اون پسرها رو کشتمش، نه مسعود. من الان باید مرده بودم، نه مسعود. من باید جاش خاک بودم، نه مسعود. جای من فوش خورد، جای من کتک خورد، جای من رفت زندان، جای من مرد، جای منم خاک شد. مامان دارم میترکم، دارم عذاب میکشم. تو منو ببخش. حاج خانم، من از روی هر دوتون شرمندم. اینطوری ها نیستش که حسام داره میگه. اون شب من حسام از خونه کشیدم بیرون. مادرم حالش بد بود، بهش گفتم ماشینو بردار ببریمش بیمارستان، چه میدونستم اون اتفاق میفته. شما بعد منو ببخشید، منو حلال کنید. مادر میبخشی منو؟ بخشیدن من مهم نیست. تو باید اول میرفتی حقیقتو میگفتی که این اتفاقا نیفته. هم تو اشتباه کردی، هم داداش خدا بیامرزت. حالا اگه میخوای تا آخر عمر عذاب نکشی، فقط باید بری خودتو معرفی کنی. نترس مادر، برو خدا پشت پناهته. برو مادر. Thank you.
او رو دیدم تو آسمون.